مردم دشت عباس به او لقب شیر صحرا داده بودند. به نحوی این لقب برای او با مسما بود که رادیو رژیم بعث عراق هم او رو به همین نام صدا می کرد. فرمانده رشید لشکر 26 نوحه، تیمسار سرلشکر شهید حسن آبشناسان که نامش لرزه بر پشت دشمن می انداخت و شجاعت شهره خاصان بود و شخصی بود که صدام برای سرش جایزه تعیین کرده بود. او برای صدام نامه‌ای نوشت و از او به عنوان یک ژنرال جنگی در دشت عباس دعوت به مبارزه تن به تن کرد. صدام در جواب ژنرال قادر عبدالحمید رو با لشکرش به مبارزه او فرستاد و بعد از روبرو شدن ژنرال قادر عبدالحمید در برابر آبشناسان و بعد از یک درگیری طولانی لشکر قادر عبدالحمید شکست خورد و خودش هم اسیر شد.